قربانی یک واجب مستقل است بر او نفری که توانایی مالی دارد. در مورد توانایی مالی گرچه یک ایده محدودی از علما میگن که یک نفر حداقل نصاب زکات را داشته باشد، اما این دقیق نیست، بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت عام ذکر میکنند، به صورت عام ذکر میکنه که اگر یک نفری توانایی قربانی کردن را داشت و قربانی نکرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه به عبادتگاه ما حاضر نشه، یعنی یک تهدید میکنه. از این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چند مورد فهمیده میشه. مورد اولی که عبادت قربانی یک عبادت مستقل است و واجب است. اگر عبادت قربانی واجب نمی بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم تارک از او را تهدید نمیکرد. یعنی قاعده کلی هم نیست که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به یک عبادت تشویق میکنه، تشویق کردن پیامبر به یک عبادت دلالت به این میکنه که این عمل مثلا حداقل سنت است. اما وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به یک عبادت امر میکنه، امر کردن پیامبر دلالت بر واجب بودن او عمل میکنه. قاعده اصولی در بین علما هست که امر دلالت بر وجوب میکنه، و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تاریک یک عمل را تهدید میکنه که اگر کسی فلانی عمل را نکرد یک تهدید بر از او مرتب میکنه، در اینجا این دلالت به واجب تر بودن این عمل میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم دقیقا در مورد قربانی میگه اگر کسی توانایی قربانی کردن را دارد و قربانی نمیکنه، اصلا به مسجد ما نزدیک نشه، یعنی برای نماز عید، برای ادای نماز عید حاضر نشه. این تهدید پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تاریک قربانی میکنه. پس قربانی کردن واجب است. و آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم شرط قربانی ذکر میکنه، استطاعت خرید قربانی است. بعد از مردم میگه که مثلا ما توانایی مثلا سرما زکات لازم نیست. قربانی عبادت مستقل است، زکات عبادت مستقل است. برای زکات، برای فرض شدن زکات حد نصاب لازم است، اما به خاطر ادای واجب قربانی حد نصاب لازم نیست. یعنی که یک نفر مثلا امکانات ابتدایی زندگیش براش مساعد است، در ضمن از او توانایی ازیره داره که مثلا یک دانه گوسفند بگیره یا در قربانی در یک گاو شریک شود. امی توانایی را داره. مثلا شما فکر بکنین، شاید ممکن در حدود 7-8000 تا یک قربانی حال امکان داره اجرا شود. یک نفر اضافه تر از ضروریات زندگی عمیق مقدار پول داره، امی مقدار پول داره بسر از قربانی واجب است. و متاسفانه ما شما در جامعه ما برای مسائل شرعی یک نفر برای خود هزار بهانه جور میکنه، اما به خاطر ادای بعضی از رواجا بازی بهانه رو نمیکنه. من مطمئن هستم ما شاید آدم بسیار فقیر، ما شما هم 3-4 5000 10000 پر شاید به خاطر مصارف عید که باش مردم به شما میان نفهم خیلی چیزا رو میخرن، اما در مورد قربانی که میشه باز میگه من ولا توانایی ندارم. در مورد خرید نفهم میوی تر خشک خوب به همه چیز داره، اما وقتی که بس قربانی مطرح میشه باز برای خود یک بهانه جور میکنه که من توانایی از این کار ندارم. تمام روز ما از دست دمی روزا از دست از این بند هستم، من قرضدار هستم، قربانی سرم میشه، من قرضدار هستم. او بدبخت، او نیکبخت، او مردکه، چرا از من سوال میکنی؟ ایله به خود جور نکو، او بدبخت، پنجله قرضدار هستی، توی بچه کاکایت هست، بلا به سیاسری، اشتزاری، دعزاری، یک تانات کرتره میگیری، دیگره بگذار، یکی نیتور سوابی بزرگی که قربانی هست، تو ایره کرده نمیتونی ایله ها بری خود با قاسته رایستی، این مسلمانی بیغیرت، این بی شجاعت. اگر کاری دیگه حرام باشه 10000 قرض میکنی، 100 یک لک قرض میکنی، کار ده سر میرسانی، ده فسق و فجور قرض میکنی، ده لک قرض داری دیگه هم قرض میکنی، دیگه هم قرض میکنی، ده بدعت ها، ده نارواها مصرف کرده رویستی، قربانی میرسه مولوی صاحب قرضدار هستم. بدبخت، چرا قرضدار هستی؟ این قدر وجد داری؟ زمینا خریدی، اویلی داری، خانه پر از همه چیز است، تو یک گوزبند یفته داری و شکتاری را خریده نمیتونی؟ راستی ده بگو خونه، تو محبت به دین نداری، تو آخرت نمیشناسی، تو محبت بارست الله نداری، تو محبت بارست خود الله نداری، تو یه عمل محبوبه درک کده نمیتونی. درک اگه درک بتونی تو باز میفهمی، تو باز میفهمی که چی باید بکنی. از من سوال میکنی یا نمیکنی؟ در دیگه عمر سوال کردی؟ در بدعت ها سوال کردی؟ روزی میلاد که میشه با چند هزار پرتاخت رویستی؟ در بدعت ها شیطان تو را حرکت میده، اما وقتی که امر واجب و لازمی و ضروری میباشه باز بهانه میجویی. او مسلمان، کلی عمر دمی بهانه جویی تیر شد، دمی حیله ها تیر شد. بگذار از روی محبت عبادت الله را بکن، حکم الله را از روی محبت انجام بده. نماز میخوانی از صدق دل، از صمیم قلب، از محبت حکم الله نماز بخوان. نکو لینال الله لحومها، نمیرسه به الله متعال از این قربانی ها گوشتایش ولا دماغ ها نخونایش، ولکن ینال ها تقوا منکم،
او مؤمن، او مؤمن تقوا داری یا نه؟ کدام امر الله را خوب بجا کردی؟ از کدام منهیات خود باز داشتی؟ در ذهنت است؟ درک کرده ای واقعیت یا نکرده ای؟ یک کمی متوجه شویم دین چی را میگه؟ ایمان چی را میگه؟